بعد از تمام شدن یک رابطه رمانتیک و نزدیک همه آدم ها احساس قربانی شدن دارند و حتی یک لحظه به این فکر نمی کنند که ممکنه خودشون مقصر اصلی از هم پاشیدگی ارتباطشون باشند. هرچند زنان در مقایسه با مردان بیشتر سراغ کتاب های مربوط به روانشناسی روابط میرند، اما این زنان هستند که دو برابر مردان به جدایی فکر میکنند. بیشترین شکایات زنان این هستش که مردان اصلا مشکلات زناشویی تفره میرن و در مقابل مردان ساکت و آرام همه چیز رو تحمل میکنند و خودشون رو قربانی یک ارتباط ناموفق میدونند. اما بالاخره در جایی و در لحظه خاصی مردان هستن که کاملا غیر منتظره دستایشان رو به نشانه تسلیم بالا میآورند. و اینجاست که حتی بهترین و برازنده ترین زنها هم نمیتونن مانع تصمیم جدایی باشن که شریکشون گرفته. اما چرا؟ وقتی مردان کم میارن. اگه خانم جوان هستی و به تازگی از شریک جدا شدی، بهتره به جای قربانی پس کردن خودت کمی منطقی در مورد جدایی بین خود و همسرت فکر کنی و برای همین قبل از هر چیز باید با ذهنیت مردان و احساسات درونیشون در مورد زنان آشنا بشی. تقریبا می شود گفت درصد زیادی از مردان این دیدگاه رو در مورد شریکشون دارند که چرا با همه تلاش و توجه نسبت به ارتباط زناشوییشون همچنان مورد انتقاد و سرزنش زنها قرار می گیرند. آنها معتقدند زنها تنها برای شکایت آفریده شدند. حالا چه شکایت و انتقاد شما درست و به جا باشه و چه نباشه، سرزنش کردن زنان حتی می تواند بهترین و رمانتیک ترین ارتباط ها رو از هم بپاشاند. مردان دوست ندارن مورد انتقاد قرار بگیرن و از زنانی که میخوان اونها رو با توجه به سلیقه‌شون تغییر بدن بیزارن، حتی اگه عاشق شریکشون باشند. مردان به دنبال زنانی هستن که اونها رو همونجور که هستن بپذیرند. اگر در یک ارتباط موفق و عاشقانه هستین و عادت به غر زدن و انتقاد از شریکتون رو دارین، به زودی شاید فرار همسرتان خواهید بود. بهتره تا دیر نشده یاد بگیرین که شریکتون رو همونطور که هست دوست داشته باشید. این که مردان را فراری می دهند. مردان از گریه کردن زنان بیزار هستند، به خصوص زنانی که حتی در ساده ترین و کوچک ترین بحث ها اشکشون در میاد. نمی تونند دراز مدت مورد علاقه و توجه یک مرد قرار بگیرند. مردان عاشق زنان منطقی هستند و این همون ویژگی هست که دوست دارن همسرشون اون رو داشته باشه. زنانی که میخوان مردان رو تحت کنترل خود در بیارن نمیتونن ارتباط پایداری رو داشته باشن. موضوع مهم دیگر بحث آزادی مردان هست. بعضی از مردان انقدر در ارتباطشون توسط شریکشون محدود میشن که حتی نمیتونن با دوستان و همکاران خود فضایی برای صحبت و ارتباط داشته باشند و این اتفاق زنگ خطری است که باید جدیش گرفت. مردان نیاز به فضا دارند و اگر این فضا را از اونها بگیرین، دیر یا زود اونها شما را ترک خواهند کرد. زنان مستقل مراقب باشند. استقلال داشتن و روی پای خود ایستادن ویژگی بسیار خوبی هست. اما اگه خانم هستی، یادت باشه خیلی این خصوصیت ها رو به رخ شریکت نکشی. مردان از زنانی که تمام کارهاشون رو بدون کمک همسرشون انجام میدن فراری هستند. اونها دلشون میخواد که زنان روی قدرت و حمایت اونها حساب کنند و در واقع تکیگاه شما باشن. البته یادتون باشه نباید در این موضوع خیلی زیاده روی کنید، چون به همون اندازه که زنان بسیار مستقل میتونن مردان رو از خود دور کنند، زنان خیلی محتاج و کسانی که حتی برای خرید خمیردندون به کمک شریکشون نیازمندند مورد تنفر و بیزاری مردان قرار میگیرند. شاید برایتان غیر منطقی به نظر برسه، اما این تصمیم شماست که بین یک ارتباط پایدار و ناپایدار یک کدام را انتخاب کنید. دلیل مهمی که زنان مردان را ترک می کند. دلایلی که مردان زنان را به خاطر آن ترک می کند خیلی بیشتر از دلایلی هست که زنان به خاطر آن مردان را ترک می کند. و جالب اینجاست که زنان در بیشتر بحث‌ها و مشکلات به دنبال راه حل هستند. هرچند دو برابر مردان به جدایی فکر می کنند و در این شرایط مردان با بروز یکی از دلایلی که براتون گفتم و ادامه پیدا کردن اون آسان ترین راه را جدایی می دانند. زنان به دنبال توجه مردان هستند و دوست دارند مرکز توجه شریکشون قرار بگیرند. بی توجهی حتی بیشتر از کتک و آزار و اذیت های فیزیکی می تواند زن را نسبت به مرد سرد کند. بیشترین شکایت زنان در مورد مردان روی این موضوع هست که چرا مردان در تصمیم گیریاشون نظر و دیدگاه اونها رو نمی پرسند.
مردانی که نسبت به کارهای شریکشون بی‌تفاوت هستند و در کارهای مورد علاقهشون مشوق خوبی نیستند به تدریج باعث دوری و سردی روابط میشند. زنان مردانی رو که خیلی تودار هستن رو نمیپسندند و در عوض دوست دارن شریکشون در مورد احساسات و باورهایشان با آنها صحبت کند. اونها از مردان مرموز بیزار هستند. در اختلاف‌های زناشویی مردانی که عادت به معذرت خواهی ندارند باعث آزار شریکشون میشند و این موضوع در دراز مدت باعث جدایی ارتباط خواهد شد. با این وجود زنانی که محبت و توجه کافی را از سمت شریکشون دریافت کنند میتوانند سخت‌ترین شرایط را هم تحمل کنند و این همان اصل مهمی است که مردان باید به آن عمل کنند. دوستان عزیزم نظرت خودتون رو حتما برای ما کامنت کنید و اگر هم اولین بار به این کانال سر میزنید عضو این کانال بشید و با لایک ها و کامنتاتون کانال رو لطفا حمایت کنید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.